ویلیام برنز، معاون امور سیاسی وزارت خارجه آمریکا، روز 19 آبان در مؤسسه خاورمیانه، یک نهاد پژوهشی مستقر در واشنگتن، گفت که دولت اوباما طی تعامل با تهران بر سر برنامه هسته‌ای آن کشور، نقض حقوق بشر در ایران را نادیده نخواهد گرفت. آمریکا و کل جامعه بین المللی کماکان شاهد پیگیری شجاعانه مردم ایران برای ایفای حقوق بنیانی خود در برابر توحش دهشت انگیز و نیز شاهد محاکمات تأسف بار نمایشی و بازداشت‌های گروهی در ایران هستند. وی در ادامه افزود که با در نظر گرفتن این شواهد، پیگیری آمریکا در مورد برنامه هسته‌ای ایران به معنی از نادیده گرفتن نقض حقوق بشر توسط دولت ایران نیست. در حالی که کماکان آماده ایم درباره مسئله مبرم برنامه هسته‌ای آن کشور به تعامل بپردازیم، این امر با آن معنا نیست که تعدیها را نادیده میگیریم یا اصول خود را وجه مصالحه میسازیم. اخیراً شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، از کوشش‌های دولت اوباما برای تعامل با ایران انتقاد کرده و گفته است که تمرکز مذاکرات باید روی کارنامه دولت ایران در زمینه حقوق بشر باشد، نه بر سوداهای هسته‌ای آن کشور. برنز در این سخنرانی گفت واشنگتن جویای روابط با ایران بر مبنای منافع متقابل و احترام متقابل است. وی تاکید کرد که آمریکا جویای تغییر رژیم در ایران نیست و افزود که باید از گذشته دشوار در روابط بین دو کشور گذر شود. With our partners in the international community, we have demonstrated our willingness. ما و همپیمانانمان در جامعه بین المللی آماده ایم با ایران نه به سمت رویارویی برخورد، بلکه در راستای همکاری حرکت کنیم و به سوی همبستگی پیش برویم، نه در جهت خصومت. برنز در این حال تذکر داد که چنین همکاری بستگی به آن دارد که ایران به تعهدات بین المللی خود عمل کند. برنز که در مذاکرات شش قدرت بزرگ با ایران در اول اکتبر در ژنو ریاست هیئت نمایندگی آمریکا را به عهده داشت، آن نشست را ستود و آن را آغازی سازنده خواند، ولی گفت که اقدامات ایران در هفته‌های اخیر بسیار کمتر از آن مایه دلگرمی بوده است. به هشدار داد که آمریکا و همپیمانانش به مذاکره صرفاً به خاطر مذاکره کردن علاقه ندارند. It is time for Iran to decide whether it wants to focus on the past. زمان آن رسیده است که ایران تصمیم بگیرد آیا می‌خواهد روی گذشته تمرکز داشته باشد یا از آن فراتر رود. آیا می‌خواهد روی بدگمانی‌های همیشگی و تراشیدن دشمنان خیالی خارجی متمرکز شود یا گزینه‌ای مثبت درباره نقشی که می‌خواهد در جهان بر عهده بگیرد انتخاب کند. برنز که یک هفته پس از 30 سالروز اشغال سفارت آمریکا در تهران صحبت می‌کرد، آن رویداد را یکی از دردناک‌ترین و شرم‌آورترین وقایع در روابط ایران و آمریکا خواند. This anniversary is a vivid reminder that the hostility between این سالروز یک یادآور زنده از خصومت بین دولت‌های ما است که برای هر دو کشور زیان‌های سنگینی به بار آورده است. پرزیدنت باراک اوباما در 4 نوامبر 13 آبان در اظهاراتی به مناسبت آن سالروز گفت که خواهان آن است که آمریکا و ایران از مرحله سوءظن، بدبینی و رودررویی فرا بروند.